واکنش رئیس جمهور به گزارش دیوان محاسبات. پاسخ دبیر کل سازمان ملل به تهدید ترامپ. بررسی وضعیت اقتصاد در دوره پسا کرونا. تشریح کمک‌های مالی توسط وزیر کار و رئیس بانک مرکزی. و واکاوی خسارات مؤسسات فرهنگی در دوران کرونا. اینجا تهران، پایتخت ایران. چهارشنبه 27 فروردین ماه 1399. استودیوی چند رسانه ای ایرنا با مرور برخی از مهمترین اخبار ساعت گذشته ایران و جهان. حسن روحانی گفت گزارشی که روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه سال 1399 در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد دارای اطلاعاتی 100% غلط بود. رئیس جمهور این صحبت را در جلسه امروز هیئت دولت مطرح کرد. او در این جلسه از وظایف دولت در جریان مدیریت بحران و اینکه دولت تونسته در طول چند ماه گذشته هم تجهیزات پزشکی و بهداشتی را تامین کنه و هم به بیماران کم بضاعت به خوبی خدمات بده گفت. رئیس جمهور وظیفه دیگر دولت را کمک به اخشار آسیب پذیر دونست و خبر از ارائه بسته های معیشتی ویژه ماه رمضان علاوه بر بسته های معیشتی ماهانه داد. عرضه سهام شرکت شستا در بورس موضوع دیگری بود که روحانی به اون اشاره کرد. ما امروز بزرگترین عرضه سهام اولیه رو در بورس داریم. این نشان اون حرکتی است که ما در دولت دوازدهم به مردم قول داده بودیم. من از روز اولی که وزرا را میخواستم با مقام معظم رهبری مشورت کنم برای دولت دوازدهم، یکی از نکاتی که در اون جلسه ایشون تاکید کرد گفت تصدیگری دولت رو شما یه کاری کن در این دولت دوازدهم، اون تصدیهایی که مورد نیاز نیست دولت دیگه متصدیش نباشه و اموال و سهام عرضه بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. همونجا آقا فرمود من نسبت به نیروهای مسلح هم همین دستور رو میدم. بعدش هم یکی دو بار دیگه که به این مناسبت ما خدمت ایشون این مسئله مطرح شد بازم ایشون تاکید کردن. حتی نسبت به مسئله تأمین اجتماعی و شستا که یک فردی نامه خدمتیشون نوشته بود و گفته بود که این شستا مربوط به دولت نیست، ایشون فرمود نه من گفتم اینم مربوط به دولته و باید ببره و اینا رو عرضه بکنه و این سهام در اختیار مردم قرار بگیره و تأمین اجتماعی هم دست از تصدیگری برداره. اشکال نداره سهام داشته باشه، شرکت‌های مختلف سهام داشته باشه، ولی تصدیگری و مدیریت رو قدم به قدم واگذار بکنم. رئیس جمهور همچنین درباره گزارش دیروز دیوان محاسبات کشور در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی گفت این معنیش این نیست که دولت از نظارت بدش میاد. نه، من خیلی خوشم میاد از نظارت. نظارت باید باشه، این قانون اساسی است. ما مجری قانون اساسی، من مسئول اجرای قانون اساسی هم اگر منتها میگم نصف نیمه ما کار نکنیم، اینکه مثلا سر یه سفره سالاد بیاریم بچینیم بعد غذا یادمون بره، غذا بیاریم سالاد یادمون بره بگیم مثلا دفعه بعد میاریم، اینا با همه یک سفره، همه چیزش با همه. نظارت یک نظارت عام، هر کس از بودجه استفاده میکنه باید مورد نظارت باشه و باید دیوان محاسبات راجع به اونها اون چه لازم هست بیان بکنه. من خواهش میکنم از همه عزیزان ما بیانشون به گونه ای نباشه که مردم رو دچار شبهه بکنه، چون من یه بخشی رو شنیدم راجع به ارز، اون بخشی که من شنیدم، حالا همه شما نشنیدن، اون بخشش 100% غلط بود. اون بخشی که من شنیدم
کاملا بی اطلاعی محض از مقررات کشور، از قوانین کشور. این خیلی بده برا ما که یه دستگاه نظارتی بیاد یه حرفی بزنه، اون حرف منطبق نباشه. و من خواهش میکنم همه عزیزان ما پاسخ لازم بدن. این پاسخ نه به خاطر دفاع از دولت، به خاطر دفاع از حق، از واقعیت، و اینکه دستگاه ها مراقبت کنن و بدونن که هر چیزی رو نمیتونن بیان کنن و اعلام کنن بدون دقت، و باید دقت لازم رو داشته باشن. ترامپ اعلام کرده که تصمیم داره کمک‌های آمریکا به سازمان بهداشت جهانی رو قطع کنه. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای که دیشب پیرو این تهدید ترامپ منتشر کرده، گفته اکنون زمان این نیست که منابع فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی یا هر سازمان انسان دوستانه دیگری علیه این ویروس کاهش پیدا کنه. همچنین گوترش در پاسخ به انتقاداتی که به سازمان ملل میشه گفته این ویروس در طول زندگی ما بی سابقه بوده و نیاز به پاسخ بی سابقه ای هم داره. بدیهیه در چنین شرایطی ممکنه که همین حقایق قرائت‌های متفاوتی توسط نهادهای مختلف داشته باشه. رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود که چین به سازمان بهداشت جهانی اطلاعات غلطی داده و این سازمان هم نتونسته اطلاعات کافی و شفاف در مورد ویروس کرونا کسب و منتشر کنه و این باعث شده تا دولت آمریکا به اشتباه بیفته. ترامپ مدعی شده که سازمان بهداشت جهانی نیاز به اصلاحات داخلی داره. گفتنی است تا به حال آمریکا 15% بودجه سازمان بهداشت جهانی رو تامین کرده. البته پیش از این هم ترامپ سازمان ملل رو متهم به چین محوری کرده بود و همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل به دلیل تصویب قطعنامه علیه اسرائیل خارج شده بود. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، این کشور از تعدادی توافق منطقه‌ای و بین‌المللی مانند بفتا و معاهده جوی پاریس هم خارج شده. در همین زمینه گفتگو می‌کنم با علی بیگدلی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، تا درباره تأثیرات تهدیدات ترامپ بر سازمان ملل بحث و بررسی داشته باشیم. سلام آقای بیگدلی، با توجه به اینکه این گونه تهدیدهای ترامپ مسبوق به سابقه هست، فکر می‌کنید که این تهدیدات بر عملکرد سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون چه تأثیراتی خواهد داشت؟ سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار طرح نخستینش در سال 1851 زمانی که اروپایی‌ها با تب زرد و طاعون و وبا مواجه بودن و سالانه تعداد زیادی از جمعیت اروپا رو به کشتن میداد، تأسیس شد تا سال 1938 در آستانه جنگ جهانی دوم. بعد از اون دیگه تأسیس شد تا سال 1945 که مقدمات تأسیس سازمان ملل به وجود آمد در کنفرانس سان فرانسیسکو. بنابراین سازمان بهداشت جهانی تقریبا از سال 1948 کار خودش رو آغاز کرد و الان هم بیشترین سهم خدمات بهداشتی این سازمان از دو بخش تامین میشه، یکی کمک های دولت ها هست و دیگری از طریق سازمان های خیریه هست. منتها چون آمریکا بیشترین سهم رو به این سازمان پرداخت میکنه، تا سال 2019 یه چیزی در حدود 110 میلیون دلار پرداخت میکنه، از ژاپن 58 میلیون دلار، آلمان 37 میلیون دلار، انگلیس و فرانسه هر کدوم 31 میلیون دلار. در سال 2021 کنگره تصویب کرده بود که 122 میلیون دلار بدن، ولی ترامپ این رقم رو به 58 میلیون دلار رسوند و چند روز گذشته هم به حالت تعلیق در آورد کمک های آمریکا رو به سازمان بهداشت جهانی برای مدت 90 روز تا مشخص بشود که تحقیق بکنن که ببینن که آیا این سازمان در وظایفی که داشته کوتاهی کرده، تحت تاثیر اطلاعات ناصحیح چین قرار گرفته. همه تلاش ترامپ این است که چین رو مسئول و مؤاخذه بکنه که این کرونا از چین آغاز شده و چین تعلل و تأخیر داشته در اطلاع رسانی به سازمان بهداشت جهانی، و سازمان بهداشت جهانی هم یک تعلل در کار داشته. بنابراین این قضیه بایستی که روشن بشه و همین دلیل با برداشتن سهم آمریکا که سهم مهمی هم هستش، حتما مشکلات رو برای سازمان بهداشت جهانی
به وجود خواهد آورد. حالا بعضی از خبرگزاری ها در داخل آمریکا ضمن اینکه این کار رو تقبیح کردن، ولی نکته قابل توجهی که داره این هست که شاید 80% از مردم آمریکا این تصمیم ترامپ رو تایید کردن. این خیلی جالب هست، اگرچه رسانه ها به شدت با این کار مخالفت کردن و سازمان ملل دبیرکل با این اقدامات ترامپ مخالفت کرد. تعداد زیادی از اعضای کنگره حتی با اقدام ترامپ مخالفت کردن. منتها بعضی ها معتقدن به این که ترامپ میخواد این موضوع رو از گردن خودش باز کنه و گردن چی بیندازه، چون در آستانه انتخابات سال 2020 هستش. این هست که این بیشتر جنبه و شکل سیاسی به خودش گرفته، ولی به هر حال اون رقمی که الان آمریکایی‌ها هر سال پرداخت می‌کردن، یعنی همون 110 میلیون دلار تا 90 روز بالاتر در اومده، می‌تونه یک ضربه‌ای رو بر سازمان بهداشت جهانی بذاره. یعنی که این سازمان چیزی در حدود 6 دفتر منطقه‌ای داره، دو تاش در آفریقا هست، کنگو و مصر، دو تاش در آسیا هست، فیلیپین و هندوستان، یکی در اروپا هست، کوپنهاگ، و یکم در قاره آمریکا که در واشنگتن دی سی هستش و 150 دفتر در سطح بین المللی داره. بنابراین هیچ کدوم از کارمندهای این سازمان عضو دولت‌های عضو این سازمان نیستن، به طور داوطلبانه میان خدمت میکنن در این سازمان. بنابراین باید این هم اشاره بکنم که ایران هم از سال 1325 اگر اشتباه نکنم عضو سازمان شده، یعنی حدود 60 و چند سالی است که هنوز هم دریافتی از این سازمان بابت کمک‌های بهداشتی نکرده است. تشکر می‌کنم. آقای علی بیگدلی بود با ما، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سیطره ویروس کرونا بر جهان تأثیرات عمیقی بر اقتصاد خواهد داشت که یکی از این موارد رکود در دوران پسا کرونا میتواند باشد. همکارم در این گزارش به این موضوع پرداخته. از وقتی سر و کله ویروس شوم کرونا پیدا شده، کابوس رکود و احتمال وقوع بحران اقتصادی هم جدی‌تر شده است. بحران اقتصادی در اندام هیولای مخوف چشم در چشم انسان‌ها دوخته و در انتظار پایان یافتن کرونا است تا در عصر پسا کرونایی اقتصاد را ببلعد. بحرانی که بر اساس پیشبینی اقتصاددان‌ها احتمالاً از بحران اقتصادی سال 2008 هم بدتر خواهد بود. اما در سال 2008 چه اتفاقی افتاد و در دوران پسا کرونایی باید در انتظار چه بحرانی باشیم؟ سالهای 2007 و 2008 برای مردم در جهان کابوسی بزرگ بود. اگر رشد اقتصادی دو فصل پشت سر هم منفی شود، رکود رخ داده است. این اتفاق در سال 2008 در جهان رخ داد. بحران از آمریکا و بانک‌های این کشور آغاز شد و به سرعت همه اقتصادهای جهان را درگیر کرد. صدای بحران اما یک سال پس از وقوع آن درآمد. عموماً بحران اقتصادی در مرحله نخست خودش را در تولید نشان می‌دهد. فعالیت‌های تولیدی در اکثر کشورهای جهان کاهش یافت. در آمریکا تولید یک سال بعد از وقوع بحران نصف شد. این جریان روی رشد اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. به همین دلیل است که در سال 2009 همه اقتصادهای جهان به جز چند مورد استثنایی رشد منفی را تجربه کردند. رشد منفی معنای خوبی برای اقتصاد ندارد. یکی از معانی آن کاهش نرخ اشتغال است. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، 20 میلیون شغل تا پایان سال 2009 به دلیل وقوع بحران از دست رفتند و به این ترتیب برای نخستین بار بیکاری در جهان به بالای 200 میلیون رسید. برای مثال، نرخ بیکاری در آمریکا از 4.9% در دسامبر سال 2007 به 10.1% در اکتبر 2009 رسید. بسیاری از دیگر مشکلات هم از همان ابتدای وقوع بحران ملموس هستند، مثل نوسان بازارهای مختلف. از نرخ ارز گرفته تا وضعیت سهام، همگی نشان می‌داد که حال اقتصاد خوب نیست.
اما مسئله اینجاست که با درگیر شدن در مشکلات اقتصادی سایر مشکلات هم پدیدار می شوند. برای مثال مطالعه نشان می دهد میزان خودکشی ها تنها در سال 2009 بیش از 5000 مورد افزایش داشت. حالا بر اساس گزارش مجله پولیتیکو، مردم آمریکا وضعیت فعلی را مشابه بحران 2008 می‌بینند. آنچه در حال حاضر از تأثیر کرونا بر اقتصاد می‌بینیم، رعب‌آور است. بازار سهام فرو ریخته، نفت با افت قیمت مواجه شده و خبری از توریست‌ها و پول‌هایشان نیست. اما هنوز هم مردم در جهان می‌توانند با تلاش برای قطع زنجیره شیوع کرونا، شدت بحران اقتصادی را کم کنند و جلوی آسیب بیش از حد اقتصاد را که ویران کننده زندگی هاست بگیرند. سرپرست خانوارها منتظر دریافت پیامک وام 1 میلیونی باشند. رئیس کل بانک مرکزی درباره سازوکار اعطای این وام گفت که قرار وزارت رفاه به سرپرستان خانوارها پیامکی بده تا اگر خواهان دریافت این وام هستند این مبلغ به حساب اونها واریز بشه. عبدالناصر همتی که شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی صحبت می‌کرد درباره برنامه‌های حمایت نظام بانکی برای کنترل آثار اقتصادی کرونا در خصوص بنگاه‌های آسیب دیده هم توضیح داد که 75 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات افراد پیش بینی شده که از این میان 25 هزار میلیارد تومان سهم سرپرستان خانوارهای یارانه بگیره و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم به کسب و کارها تعلق می‌گیره. او توضیح داد با مشخص شدن 10 گروه از مشاغل پرداخت وام‌های با نرخ سود 12% به این مشاغل از اواخر اردیبهشت شروع میشه. البته شرط دولت برای پرداخت این وام‌ها به صاحبان مشاغل اینه که کارگران خود رو اخراج نکرده باشند و به ازای هر کارگر در هر ماه 3 میلیون تومان پرداخت میشه. همتی در خصوص چک‌های برگشتی نیز گفت کرونا با آسیب به نظام اقتصادی باعث شده تا همه جا قفل بشه و به همین دلیل اعلام شد تا حد امکان چک‌ها برگشت نخورن، اما در صورت برگشت خوردن هم تدابیری اتخاذ شده تا در ماه‌های درگیری با کرونا آثار منفی جانبی چک‌های برگشت خورده کم باشه. البته همتی اظهار امیدواری کرد که در این مدت افرادی که چک گرفتن با بدهکاران خود مدارا پیشه کنن. صحبت دیگه همتی درباره درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول بود. او تاکید کرد که این نوع تسهیلاتی که صندوق میده مخصوص مقابله با کرونا است و این پول حق دولت ایرانه. به گفته همتی ایران 60 ساله که وامی از این صندوق نگرفته و امروز که مردم نیاز دارن باید این کار انجام بشه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با تایید صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی خبری خوش برای کسانی که مشاغلشون تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته داشت. او گفت که وام‌های پرداختی به صاحبان مشاغل زیان دیده به ازای هر کارگر 16 میلیون تومان خواهد بود تا ضمن حفظ سطح اشتغال کارگاه‌ها از افزایش بیکاری جلوگیری بشه. شریعت مداری از افزایش درخواست بیمه بیکاری در ایام قرنطینه هم گفته و اعلام کرده تا کنون بیش از 600 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند. وزیر کار در ادامه از اختصاص 5 هزار میلیارد تومان از محل اعتبار صندوق توسعه ملی برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری به این کارگران خبر داده و گفته که 14 هزار میلیارد تومان هم در حوزه درمان هزینه میشه. همچنین شریعت مداری عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا در بورس رو اقدامی مهم ارزیابی کرده و گفته شستا برای افزایش شفافیت وارد بورس شده. از جمله مشاغل آسیب دیده در دوران کرونا، مشاغل مربوط به حوزه فرهنگ و هنر هستند. بسیاری از این مشاغل از روزهای ابتدایی شیوع کرونا به صورت کامل تعطیل شدند. در همین رابطه گزارش همکارم رو ببینیم. کرونا، پرتکرارترین واژه این روزهای جهان، اقتصاد فرهنگ را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده. تعطیلی مراکز فرهنگی و کوچک شدن سهم محصولات فرهنگی در سبد زندگی مردم، اهالی فرهنگ و هنر رو روز به روز نگران آینده نامعلوم ساخته. این روزها کرکره گیشه ها پایین است. در سالن های تئاتر نمایشی اجرا نمی شود و
خبری از تماشاگر نیست و گالری ها بازگشاییشان را به تعویق انداختند. این شرایط تقریبا برای تمامی مؤسسات خصوصی و آموزشگاه های فرهنگی و هنری چالش های مهمی ایجاد کرده که با یک کلید واژه اساسی عجین شده: اقتصاد در عصر کرونا. ما قاعدتا ناچاریم خیلی از کلاس ها را از این به بعد به صورت آنلاین برگزار بکنیم. فقط یه مسئله ای که به وجود میاد، چون دسته‌بندی کلاس ها به بخش های تئوری و عملی تقسیم میشه، این امکان برای کلاس های تئوری مهیاتر هست نسبت به کلاس هایی که کارگاهی و جنبه عملی دارن. قاعدتا یه مسئله دیگه هم که وجود داره مسئله زیرساخت هاست. ما مشکلی که الان مطمئن هست اینه که زیرساخت های مناسبی برای این قضیه وجود نداره، مثلا سرعت اینترنت، مثلا اپ هایی که دارن کار میکنن. هر کدوم از اینها یه سری ضعف ها و یه سری مشکلاتی رو به همراه خودش داره. ما داریم کار میکنیم این قضیه واسه اینکه بتونیم بهره‌وری لازم رو افزایش بدیم توی این زمینه. ولی قاعدتاً تا یک مدت شرایط خیلی سخت‌تر خواهد شد. تو اولا جهان نگری مخاطب ما و فکر مخاطب کل جامعه به اون صورت نیست که هنوز با کلاس‌های آنلاین یا با این سبک سیستم آموزش بتونه ارتباط مناسبی برقرار بکنه. الان من محیط‌های دانشگاهی رو می‌بینم به شدت با این قضیه مشکل دارن و هی دارن روی نرم‌افزارهای متعدد کار می‌کنن که ببینن باید چی کار بکنن. با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد و یک دلیل عمدهش این عدم استقبال جامعه ایرانی نسبت به این قضیه است، به خاطر اینکه شاید اولین باره که چنین اجباری بر همگان تحمیل شده که باید سیستم آموزشی رو تغییر بدن. خب ما باید هم روی اساتید کار بکنیم، روی ذهنیت اساتید، هم باید روی ذهنیت مخاطبان کار بکنیم که این امکانات فراهم بشه. قاعدتا ولی رشته هایی مثل هنر یک مقدار سخته واسش چنین قضیه‌ای و چنین شیفتی بتونه به سرعت اتفاق بیفته. به نظر من بیش از کارها و مشاغل دیگر یا رشته های دیگه این قضیه زمان خواهد برد. شرایط خاص نیاز به تمهیدات و تدابیر ویژه و فوری برای کسب و کارهای فرهنگی داره. در روزهای پیش سید رضا صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه‌ای به 4 عضو هیئت دولت از خسارات 976 میلیارد تومانی کرونا به بخش فرهنگ، هنر و رسانه کشور خبر داد. در این نامه وزیر درخواست کرده تا کسب و کارهای فرهنگی در لیست مشاغل آسیب دیده وارد شده و خسارات آنها برآورد بشه تا به تبع اون بتوانند تسهیلات حمایت از مشاغل فرهنگی رو فراهم کنند. من نمیدونم آخه الان کار درستی هست که انتظار داشته باشیم از نهاد دولت به خاطر اینکه بتونه حمایت بکنه یا نه. من احساس میکنم این توقع رو میشه مثلا در ماهای آتی بیشتر داشت. الان که پای سلامت مردم در میونه، نگاه اصلی جامعه به پروسه درمان و پزشکی این جامعه هست، من احساس میکنم که این رو با سیاست اونو بریم بالا و بعد از یک مدت چنین توقعی رو نسبت به نهاد دولت داشته باشیم. ولی قاعدتا اگر قرار باشه چنین شرایطی باقی بمونه، مؤسسات خصوصی بدون کمک نهاد دولت نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. روند کلاس ها وقتی به صورت آنلاین میشه شهریه ها پایین تر میشه، ولی خیلی وقتا هزینه های مؤسسه همچنان ثابت میمونه. پس در دراز مدت قطعا کمک دولت نیاز هست و احتیاج مبرمی همه مؤسسات فرهنگ هنری به چنین قضیه خواهند داشت. حالا اینکه به چه شکل شمایل هست از من خیلی باید کار کارشناسی بشه و خیلی باید عمیق‌تر با جای صحبت بشه که چه کارهایی میتونه بکنه، چه سوبسیدهایی میتونه در اختیار بذاره، چه کارهایی رو میتونه الان از مؤسسات توقع نداشته باشه. چون به هر حال یه سری انتظارات همیشه مثلا وزارتخونه ها و نهاد دولت نسبت به مؤسسات خصوصی داره که من احساس می‌کنم این توقعات الان باید مدام کم رنگ‌تر به اتفاقی که افتاد. محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی قاعدتا به محاق میرن و خیلی به فراموشی سپرده خواهند شد. خب قاعدتا نیاز و حمایت بیشتری احساس میشه. کرونا این روزها به دخل مؤسساتی زده است که در شرایط عادی هم نیاز به حمایت دارند و در این شرایط باید دید در روزهای پیش رو این امر به چه شکلی محقق میشود و سرنوشت فرهنگ و فرهنگیان در روزهای پسا کرونا چه خواهد بود. در ادامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین روزنامه‌های کشور. کرونا در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
دنیای اقتصاد نموداری را روی جلد خود آورده که ثبت پایین ترین مرگ کرونایی در سال 99 را نشان می دهد. برنی سندرز بعد از کنارگیری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صورت رسمی حمایت خود را از جو بایدن نامزد دموکرات اعلام کرده است. سازندگی به همین مناسبت تصویر او را در کنار بایدن روی جلد خود آورده است. نمکی وزیر بهداشت تصویر این زن را به عنوان شاهد زحمات کادر پزشکی در گوشی موبایلش به خبرنگاران نشان داد. رسانه ها گفتند این تصویر پرستاری برزیلی به اسم آماندا است. هفته صبح با تیتر خواهر ما آماندا گفته تفاوتی ندارد و تلاش کادر درمان در هر جایی ستودنی است. مسئله از دست رفتن قدرت آمریکا در عصر کرونا سوژه بسیاری از رسانه‌ها شده. آفتاب با این کاریکاتور به این پرسش پرداخته که آیا چین در دوره پسا کرونا جای آمریکا را خواهد گرفت؟ گزارش تفریق بودجه سال 97 کل کشور روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بسیاری از رسانه‌ها به این مسئله پرداختند. اعتماد از گم شدن 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی نوشته است. ایران از عدم دریافت سود برای وام 1 میلیونی یارانه بگیران خبر داده است. خبرنگاران این روزنامه گزارشی هم از زباله‌های کرونایی و فرایند بی‌خطر کردن آنها تهیه کردند. جامعه جمع از اسنادی خبر داده که نشان می‌دهد ترامپ در جریان شیوع کرونا در آمریکا بوده و این رسوایی را کرونا گیت نامیده است. چه گزینه‌هایی مانع رسیدن قالیباف به صندلی ریاست مجلس خواهند شد؟ شرق این جریان را بررسی کرده است. کرونا 8% از جمعیت جهان را فقیر می‌کند. شهروند از همه‌گیری فقر پس از پاندمی کرونا نوشته است. گل از چک‌های برگشتی در مستطیل سبز گزارش‌هایی دارد و ایران ورزشی هم درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فیفا را سوژه کرده است. توییت بازها این بار کودکی با استعداد رو سوژه کردن. کودکی به اسم آرات حسینی که با حرکات نمایشی با توپ توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. ماجرا از ویدئویی شروع شد که مسی زیرش کامنت گذاشت و به آرات گفت در آغوش می‌کشمت. ورزش 90 توییت کرده این اینستاگرام رسمی باشگاه بارسلونا با انتشار مهارت عالی آرات از این کودک با استعداد ایرانی حمایت کرد. هانا ویلیام هم با اشاره به این اتفاقات نوشته اونایی که میگفتن بابای آرات بچگیشو خراب کرده کجا هستن؟ هنوزم نظرشون همونه؟ توی این روزهای کرونایی همدلی پررنگ‌تر شده و رهبر انقلاب هم در آستانه آغاز ماه رمضان از رزمایش گسترده برای کمک به نیازمندان سخن گفتن. برای همین توی توییتر هشتگ رزمایش همدلی به راه افتاده. این کاربر از تهیه مایحتاج فقیران حاشیه شهر نوشته. کاربر دیگری با همین هشتگ در این توییتر در این توییت نوشته این روزها حواسمون هست به این دستا، به این شرایط، به جیب خودمون. با بخش خبری ایرا 24 همراه بودید. ما تلاش کردیم تا در این بخش خبری برخی از مهمترین وقایع ساعت گذشته ایران و جهان رو با شما مرور کنیم. فردا پنجشنبه رأس ساعت 5 بعد از ظهر با همین بخش خبری همراه ما باشید.